و تنهایی خونم بیمار میشم و زمد از تنهایی بیمارم باشم بدتر میشم. جناب آقای دکتر نورعلی تابنده، حضرت آقای مجذوب علی شاه، خداوند دلهای دوستان، دلهای اخوان و خانم ها رو به من مهربون میکنه. حضرت آقای مجذوب علی شاه که بیان من احساس تنهایی نکنم، این محبت از شماست. عالی جناب دکتر نورعلی تابنده، خداوند اون کاری که میخواد بکنه به دل شما ها برات کرده. خب ایشون یک حقوقدان برجسته‌ای بودن. یکی از اولین مشاغلی که ایشون داشتن استخدام در وزارت خارجه در سال 1327. سال 1329 به وزارت دادگستری انتقال یافتند. در همین سال شغل ریاست اداره سرپرستی دادسرای تهران رو به عهده گرفتند. متعاقباً مستشاری دادگاه استان تهران رو نیز قبول کردند. ایشون به سال 1331 به فرانسه رفتن برای تکمیل تحصیلات عالی خودشون. سال 1336 خورشیدی پس از اتمام تحصیلاتشون توی رشته ادبیات فرانسه و اخذ درجه دکترا در رشته حقوق به تهران برگشتن و در همین سال به ادامه مشاغل مختلف قضایی در وزارت دادگستری مشغول شدن. در سفرهایی که به اروپا داشتن با هانری کوربن ملاقات های زیادی داشتن. در شهریور ماه 1347 جناب آقای دکتر نورعلی تابنده برای بار دوم با بورس دولت فرانسه برای مطالعات حقوق قضایی به پاریس عزیمت کردند و اونجا به تحقیق مشغول شدند و موفق به اخذ دیپلم مؤسسه بین المللی مدیریت قضایی شد. پس از بازنشستگی در سال 1355 گاهی در شغل وکالت دادگستری فعالیت می کردن. عصمت های ایشان پس از انقلاب 1357 میتونم به سمت معاونت وزارت ارشاد، عضویت هیئت امنای مدیریت سازمان حج، معاونت وزارت دادگستری و همچنین وزارت دادگستری. اما در مهر ماه سال 59 ایشون به میل شخصی خودشون از وزارت دادگستری کنارگیری کرد. در طول سالهای اشتغال ایشون به امانتداری، به صحت و صداقت در رفتار و گفتار، به رغبت در کار، به احترام به قانون و اجرای دقیق آن نزد همه همکارانشون مشهور بودند. چیزی که باعث بازداشت ایشون شد به نظرم روحیه آزاد اندیشی ایشون بود، روحیه حق طلبی ایشون بود، روحیه ستم ستیزی ایشون بود. این که در برابر ستم ساکت نمی نشستند. 2 سال بازداشت خانگی بودند. دکتر تابنده 6 ماه از دوران بازداشت خودشون رو در سلول انفرادی به سر بردن، فقط به خاطر اینکه بر روی اصول و مبانی اخلاقیشون در برابر ظلم و ستم پایبند بودن. یکی از خاطراتی که از دوستان ایشون نقل میشه که وقتی در زندان ایشون رو مورد آزار و اذیت قرار میدادند و ایشون با جسارت و صلابتی که در کلام داشتن به بازجوشون که میخواستن ایشون رو بترسونن فرمودن که من از هیچ چیزی غیر از خدا نمیترسم. بهای سنگینی رو در مقابل اعتقادشون نسبت به آزادی و آزاداندیشی پرداخت کردن. هنگامی که در زندان تشریف داشتن کارگزاران دیپلماتی به همسرشون تماس میگیرن، اعلام میشه که دکتر تابنده جزء لیست زندانیهایی هستن
به قرار اعلام بشن. این قرارهای بسیار زیادی که به محاقم وجود داشته موجود میشه که دچار آرزوی قلبی بشن. ایشون حتی اجازه شرکت در مراسم ترحیم همسرشون هم ندادن. معمولا اکثر مردم دکتر نورعلی تابنده را به عنوان قطب سلسله گنابادی میشناسند. اما این یکی دیگه از جنبه های شخصیتی زندگی دکتر تابنده بود. ایشون تو دی ماه سال 1375 خورشیدی رسماً به عنوان قطب سلسله نعمت اللهی گنابادی تعیین شدند. لقب طریقتی ایشون مجذوب علی شاه بود. در طول مدت قطبیت همیشه ایشون سعی در تعلیم و تربیت مریدان خودشون داشتن. تنها موضوع که دکتر تابنده هرگز باهاش را نمی اومدن سرخم کردن جلوی ستمگر بود. یک بار ایشون رو اردیبهشت 1386 بازداشت کردن. بار دوم سال 1390 بود که به جرم معاونت در اخلال در بهداشت عمومی به خاطر دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت براشون حکم بازداشت صادر شد و قصد بازداشت ایشون رو داشتن که به خاطر تجمع مردم در بیدخت اونها عقب نشینی کردن. در طول سالهای قطبیتشون ستمهای بسیاری از سوی حکومت بر دراویش وارد شد، مثل تخریب حسینیه‌های قم و بروجرد و اصفهان. آقای دکتر نورعلی تابنده خیلی انسان صلح‌جویی بودند. نقل قول‌های زیادی از ایشون هست، اما از معروف‌ترین نقل قول‌هاشون میتونم به دو تا اشاره کنم. یکی این که می‌فرمودند ما در دوستی مثل آب روان هستیم و در دفاع همچون سنگ خارا. یا می‌فرمودند که حداقل نگذارید که ظالم خوب زندگی کند. ولی ماییم که به دشمنان خدا نباید آرامش بدیم. یعنی امنیت ندیم بگیم ما با شما کاری نداریم. از سال 1390 بود وقتی دیدن که دکتر تابنده رو به راحتی نمیتونن بازداشت کنن. حکومت سعی کرد که نفوذهای خودش رو در مجالس و حتی در میان نزدیکان ایشون بفرستد. خب دکتر تابنده این موضوع رو میدونستن و بارها توی سخنانی هاشون از موریانه های فقری صحبت کرده بودن. بارها درباره تقلب در فرامین جانشینی و سوء قصد بر جان بزرگان و اجداد خودشون برای پیروانشون سخنرانی میکردن. سال 96 اذیت و آزار ایشون دیگه به اوج خودش رسید. بعد هم که حوادث گلستان هفتم اتفاق افتاد. از فردای همون روز ایشون را حبس خانگی کردن. وقتی دراویش اعتراض کردن مورد ضرب و شتم‌های شدید قرار گرفتن. خیلی از افرادی که در واقعه گلستان هفتم حضور داشتن به زندان افتادن. بسیار از آنها با حبس‌های طولانی مدت مواجه شدند. عده‌ای هم پس از پایان حبس به تبدیدگاه فرستاده شدند. سردار محمد راجی از پیروان دکتر تابنده را زیر شکنجه به قتل رسوندن. محمد یاور سلاس را با اتهام‌های دروغی بیگناه اعدام کردم. مجلس و حتی منزل مسکونی جناب آقای دکتر تابنده بسته و به محاصره اطلاعات و سپاه درآمد. همه راه‌های ارتباطی دکتر تابنده و هوادارانشون بسته شد. خدمه، پزشکان و مددکاران مورد اعتماد و امین ایشون رو از منزل مسکونیشون اخراج کردن. به جاش اشخاص دیگری رو به اسم خدمه وارد منزل ایشون کردن.
بعد از یک ماه از تحمیل حصر خانگی شنیدیم حتی پزشکان معتمد ایشون را هم عذرشان را خواسته و از دولت سرا اخراج کردن و دیگر اجازه ورود به منزل محل سکونت دکتر تابنده به افراد امین ایشان داده نمیشد. چیزی که خیلی حیرت آور بود یهو این وسط یک بیانیه‌ای منتسب به ایشون صادر شد و چند نفر خودشون را نماینده دکتر نورعلی تابنده معرفی کردند. برای ما خیلی عجیب بود، چون با توجه به شناختی که از شخصیت حقوقی دکتر تابنده و مبارزات سیاسی ایشون داشتیم، همینطور در مورد صحت و سقم بیانیه ها و اطلاعیه ها و اینی که همیشه متذکر می شدن که هوادارانشون فقط باید به حرف خود ایشون گوش بدن، این بیانیه صادر شده خلاف اصول و مبانی و روش فکری دکتر تابنده بود. صرف نظر از اینکه ایشون خودشون زنده بودن و خب یک انسان زنده نیاز به نماینده و وکیل وسیع نداره، اصلا دکتر تابنده خودشون وکیل حاذقی بودن و کلن این مسئله تو ذهن هواداران دکتر تابنده نمی رفت که بخوان حرفاشونو با بیانیه اون هم به امضای اشخاصی که خودشون رو نماینده اون می دونستن به پیروانش منتقل بشه. این خواب خورش یک مسئله بود. نماینده ها آقای محمد تابنده برادرزاده ایشون، آقای هرسینی وکیل، آقای جعفری به گفته حضرت آقا مجذوب علی شاه نصافتچی و کلیددار حسینیه و آقای حسین علی کاشانی بودن. دیدن نام این اشخاص به عنوان نماینده های آقای تابنده ما هواداران ایشون رو به فکر فرو برد. چرا؟ چون مثلا خود من در میون این اسامی، اگه اسامی افراد امین خود دکتر تابنده رو میدیدم، مثل آقای معروفی یا آقای مردانی، اینقدر برام شکنگیز نبود. آقای معروفی جز افراد امین دکتر تابنده بودن که متاسفانه ایشون هم الان در حبس خانگی هستن و هیچ کس هیچ اطلاعی از ایشون نداره. بیانیه برامون عجیب بود. آقای محمد تابنده جز نسبت خانوادگی هیچ جایگاه خاصی در سلسله و یا حتی اجازه طریقتی در سلسله نداشتن و خب این سلسله نیستش که به شخص به خاطر نسبت خانوادگی یک جایگاه خاصی بده. آقای هرسینی هم که برای فقرا خیلی عجیب بود که نامش در میون نمایندگان بود، چون در مورد درویش محمد یاور سلاس نه تنها هیچ گونه همکاری با وکیل ایشون خانم زینب طاهری نکرده بود، بلکه حتی با اینکه میدونست ایشون بیگناه و پرونده آقای سلاس دستگاری شده، برای ایشون و بقیه هواداران دکتر تابنده که در زندان بودن تقاضای اشد مجازات رو کرد. آقای جعفری هم که با خبرگزاری مهر از خبرگزاری های وابسته به حکومت کار میکرد، که البته این خبرگزاری ید طولانی در دشمنی با عرفان و تصوف داره. آقای کاشانی متاسفانه تو این سالهای اخیر چون از قول دکتر نورعلی تابنده نقل قولهایی رو بدون اجازه بیان کرده بود، یا بدتر بیانیه‌هایی رو بدون اجازه منتسب به ایشون صادر کرده بود، بنابراین دکتر تابنده ازشون خواستند که برای رفع مشکلات روحی و جسمیشون استراحت کنن، توی خونه بمونه. یعنی رسماً بهشون گفتن در منزل بشین، درمان بشو، معالجه بشو و هیچ جام سخنرانی نکن. بعد از کارهایی که توسط آقای حسین علی کاشانی صورت گرفت و دستور به خانه نشینیشون از سوی دکتر تابنده، هواداران دکتر تابنده با کمی تحقیق و تفحص متوجه شدن که آقای کاشانی از شاگردان آخون علوی گرگانیه که از دشمنان فقر و تصوفه
که علیه سلسله و به ویژه شخص دکتر تابنده موضع‌گیری‌های تندی داشته و حتی شرکت در مراسم درویشی و نشستن پای سخنرانی‌های دکتر تابنده رو حرام شرعی دونسته بود. آقای کاشانی از سوی این شخص اجازه نقل روایت دارد و علوی گرگانی به او به عنوان دکتر حسین علی کاشانی نام می برد. بودن اسم آقای کاشانی در میان این نمایندگان با توجه به تذکرات دکتر تابنده برای ارادتمندان و پیروانشون خیلی خیلی تأمل برانگیز بود. ویدئویی از آقای تابنده در تاریخ 1 تیر 97 برای اولین بار بعد از حذف پخش شد که در این ویدئو درباره نماینده ها مطلبی گفتند. اما سؤالی که در ذهن ما پیروان ایشون با توجه به تعالیم و تربیت هایی که در طول سالیان سال در مکتب ایشون فرا گرفته بودیم ایجاد شد این بود که هر گونه بیانیه، تصویر و یا فیلم از کسی که در حبس خانگی است فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. با همین رویه مدتی کنار اومدیم و منتظر خبر و یا مطلبی درباره ایشون بودیم. هر دفعه اعتراضی از سوی هواداران دکتر تابنده به وضعیت ایشون صورت میگرفت، اگرچه به صورت صلح‌آمیز بود، اما این نماینده ها خیلی واکنش تندی نشون میدادن به انتقادها و بیانیه هایی رو در رد این اعتراض ها به نفع حکومت صادر میکردن که هیچ صدایی از کسی در نیاد، که هیچ کس به وضع موجود اعتراض نکنه. به مورد اعتراض کردیم و در نهایت شاهد تداوم حبس خانگی ایشون و اعمال محدودیت های بسیار نسبت به خودشون و هوادارانشون. بعد یواش یواش دیدیم که حسینی ها و مجالس در شهرستان ها باز شد، ولی خبری از دکتر تابنده و بازگشایی حسینی های در و بیش در تهران که محل سکونت ایشونه شنیده نمیشد. همش آقای کاشانی سخنرانی میکرد. در همه حسینی ها فایل های صوتی رو پخش میشد. در آن دوران سوالی که برای ما پیش اومده بود این بود که چرا آقای کاشانی میتونستن سخنرانی کنن در مجالس، اما دکتر نورعلی تابنده که قطب سلسله بودند نمیتونستن. در هر موردی البته همه با آرامه نماینده من هستن. وقتی من با کسی بیعت میکنم میاد پیش من بیعت میکنه، یعنی تسلیم بیعت من میشه. به همین حساب هم من برای توضیح بیشتر این چیز تمام هم مقام من در جمع آوری فقرا و رب اخلاف نانها بود. مشکل حکومت با سخنرانی دکتر نورعلی تابنده چی بود؟ بعد از مدتی حسینی حائری باز شد و جناب آقای دکتر نورعلی تابنده بعد از مدتها انتظار در حسینی حائری تهران حضور پیدا کردند، جایی که محل تجمع دراویش و علاقمندان ایشون بود و در همون سخنرانی در اولین فرصت نمایندگان رو در حضور تمام حاضرین و هوادارانشون از نمایندگی معاف کرد. به این فنیمت نکنشونه بود اکنون که این جزنی باده نه آمدین برایشون اون از تمام آقایون و حالیتشون کمک رسانیشون به برادران مثل ثابت مثل تشکیلات عمومی انجام خواهم داد. اونجا بود که ما متوجه شدیم که اشتباه نکرده بودیم. پس دفعه اول هم ایشان در حبس خانگی مجبور به قبولی این نمایندگی شده بودند و بنابراین نمایندگی نشخاص از ابتدا با شرایط حبس خانگی دکتر تابنده یک عمل فاقد ارزش قانونی بود. به طرز حیرت‌آوری،
صبح پنجشنبه 29 شهریور سال 97 که مصادف بود با عاشورای حسینی، در دولت سرا دیدیم که دوباره حسینی‌ها و رفت آمدهای ایشون قطع و کنترل شد. دکتر تابنده همون روز توی سخنرانی که در منزل مسکونی ایشون برگزار شد با ناراحتی گفتن به من هنزل میدن، بعد میگن بگو به به چه عسلی. چیزی که ما داریم هنوزم نداریم، گوییم که میخوان به زود هنزل به خود ما بدن و بگن عسلی، ما بگیم به به چه عسلی کنیم. پس از عزل نمایندگان توسط دکتر تابنده تا یک سخنرانی عمومی در عصر روز چهارشنبه 28 شهریور 1397 شمسی مقارن با تاسعای حسینی، بیانیه‌ای در روز شنبه 31 شهریور سال 97 با امضای خادمین افتخاری حسینی حائری بدون ذکر نام اشخاص در کانال تلگرامی مزار بیدخت منتشر شد که در اون از بسته شدن ماجرا حسینی ها خبر می‌داد. درست یک روز بعد، یعنی روز یک شنبه 1 مهر ماه 97، بیانیه ای منتسب به دکتر نورعلی تابنده مبنی بر ابقای نمایندگان منتشر شد. اما دیگر آقایان برخلاف سخنرانی عمومی دکتر تابنده در حسینی حائری به تاریخ عصر چهارشنبه 28 شهریور مجدد در سمت نمایندگان ابقا کردیدند. دوباره اعتراض کردیم و شاهد تداوم حصر خانگی ایشون و اعمال محدودیت ها نسبت به ایشون و هواداران ایشون بودیم. دکتر تابنده مایل بودن که عبادتمندان و علاقمندانشون به دیدنشون بیان، اما نمایندگان با همکاری نهادهای حکومتی مانع می شدند و کنترل محل سکونت ایشون رو در دست داشتن. شهود عینی که از علاقمندان به دکتر تابنده بودن بارها شهادت دادن که وقتی برای دیدار با ایشون می رفتن، آقای محمد تابنده یا اینکه آقای جعفری یا برخی از کسایی که توی منزل دکتر تابنده خدمت می کردن اونا رو تهدید میکردن که اگه محل رو ترک نکنین به ماموران زنگ میزنیم که بیان جمعتون کنن. در طول دو سال حبس خانگی دکتر نورعلی تابنده بارها به خاطر ضعف جسمانی به بیمارستان مهر منتقل شدن. در چند بار محدودی که ایشان در جمع محدود پیروانشان سخنرانی کردن صراحتاً اعلام کردند که نمیدانن چرا بیهوش می شوند و به خواب می روند و با ابراز نگرانی از تأثیر داروهایی که به ایشون می دادند سخن گفتند. مجدد می خواهم، من نمی دونم این خوابه یا بیهوشی یا چیه که تو من مجدد می خواهم که یه خورده دیلتر از مورد اومدم بالا جد زمین بود اخیرم خیلی خوابم بیراده شده، نمیدونم دواهایی که میدن شاید توشی نصر هست. صبح پاشدم سحر خیلی زود، حال من خوب کامن، صبحانه خوردم، بعد صبحانه صحبتیم کردم، بعد دیگه نفهمیدم مثل که بیهوش میشم اینجوری خوابه. بالاخره دکتر تابنده از سفرشون به بیدخت گناباد زادگاه خود به ارادتمندانشون خبر دادند. البته ایشون در چند سخنرانی برای خداحافظی از پیروانشون گفته بودند که شما هم در کمال آرامش بیایید بیدخت. با این حال ایشون تحت تدابیر شدید امنیتی به بیدخت گناباد رفتن و
و در حالی که به پیروان ایشون اجازه سفر به بیروت گناباد داده نمی‌شد. ایشون توسط حلقه محدودی از افراد گماشته شده توسط نمایندگان احاطه شده بودند. در دوران حضور دکتر تابنده در بیدخت زادگاهشون، سخنرانی‌های ایشون به بدترین وضع ممکن به دست ارادتمندانشون می‌رسید. به کیفیت صوت و تصویر اونقدر پایین بود که بارها موجب اعتراض شده بود. هر از چند گاهی هم چند عکس که ایشان را در احاطه حلقه محدود به نمایش می‌گذاشت، در کانال‌های تلگرامی به طور محدود منتشر می‌شد. این عکس‌ها برای پیروان دکتر تابنده هیچ معنی نداشت و پیش از پیش به نگرانی آنها دامن می‌زد. در تصاویر تحلیل قوای جسمانی ایشون مشهود بود. در همون زمان به موازات آقای کاشانی به طور انحصاری از بهترین امکانات صوتی و تصویری برای سخنرانی‌هاشون برخوردار بود. به طور گسترده سخنرانی می‌کردن به صورت همه جانبه در سراسر کشور. چندین بار سخنرانی‌هاشون در روز از تریبون‌های رسمی سلسله پخش می‌شد و حتی بعضی موقع به صورت زنده پخش می‌شد سخنرانی‌هاش. تا اینکه خیلی ناگهانی خبر رسید که دکتر تابنده را مسافت 1000 کیلومتر با وسیله نقلیه سواری به تهران برگردوند و یک راست به خاطر وخامت حال جسمانی به بیمارستان مهر منتقل. آخه چرا بیمارستان مهر؟ نمیدونیم. واقعا چرا اونجا؟ چرا این همه راه ایشون رو با ماشین منتقل کردن که فقط در بیمارستان مهر بستری بشن؟ حالی است که ذهن همه را به خود مشغول کرده. ایشون پس از این سفر روز به روز ضعیف‌تر می‌شدن. مثل شمع جلوی چشم پیروانشون آب می‌شدن. اما فضای وحشتی که نماینده ها حاکم کرده بودن باعث شده بود که هیچ کس جرأت نکنه حرفی بزنه یا اعتراضی بکنه. پیروان دکتر نورعلی تابنده احساس می‌کردند که پیرشون گروگان نماینده‌هایی هست که هر اعتراضی رو به بدترین شکل جواب می‌دادند. هر دفعه اعتراض می‌کردیم آقای کاشانی می‌گفت درویشی یعنی خاموشی و اطاعت امر. البته بعدها توی یه سخنرانی پرده از منظورشون برداشتن و به صراحت اطاعت امر رو اطاعت امر از حکومت تعریف کردن. در همین دوران، یعنی وقتی که دکتر تابنده در بیمارستان بستری بودند و نگرانی نسبت به تحلیل قوای جسمانی ایشون شدت گرفته بود، آقای کاشانی در یک سخنرانی عمومی از امضای یک تعهدنامه با مسئولین حکومتی پرده برداشت و گفت که نمایندگان عربه از تعهداتی را از سوی سلسله به نهادهای حکومتی دادند. اما تعهدنامه‌هایی رو ما امضا کردیم. تمام مفاد اون تعهدنامه رو چون کپیشو به ما ندادن الان همرام نیست و الا میخوندم برای شما. هنوز هیچکی نمیدونه این نماینده ها بدون صلاحیت جناب آقای دکتر تابنده در اون زمانی که در بیمارستان بستری بودن چه تعهداتی به مسئولین حکومتی دادن. انگار همه چی طراحی شده بود برای حذف فیزیکی دکتر نورعلی تابنده. در نهایت در سوم دی 98 این توطئه صورت عمل به خود گرفت. به طرز ناگهانی و مشکوک پیکری رو که میگفتن متعلق به دکتر نورعلی تابنده است از بیمارستان مهر با تدابیر شدید امنیتی توسط دو فروند هواپیمای ماهان ایر وابسته به سپاه پاسداران به بیدخت گناباد خارج از رسومات متداول منتقل کردند و خاک سپاری به دور از چشم هواداران و ارادتمندان ایشون که در اونجا حضور داشتن انجام گرفت. پیروان و هواداران دکتر تابنده تا 48 ساعت قبل خبر درگذشت مشکوک و ناگهانی دکتر تابنده رو طبق شنیده ها و دیده های خودشون بیان میکنن. اما هیچ کس نمیداند که 48 ساعت قبل از خبر ناگهانی درگذشت مشکوک ایشان چه بر سر دکتر تابنده آمد. این سوال بسیاری از هواداران ایشان در سراسر جهان میباشد. 48 ساعت قبل از خبر به اصطلاح رحلت مشکوک ایشون چه بر سر دکتر تابنده اومده بود؟ برخلاف اینی که عده‌ای میگن
در شب سوم دی ماه برق بیمارستان قطع شده بود اینطور نبوده. قاعدتاً تمام صحنه ها با دوربین مدار بسته فیلم برداری شدن. اما این فیلم ها به طور مسلم از دسترس خارج شده است. چنانچه تمام صحنه ها فیلم برداری شده، چرا باید تصویری از دوربین های مدار بسته نداشته باشیم؟ استقرار دو فروند هواپیمای ماهان ایر برای نقل و انتقال پیکر دکتر تابنده و عده‌ای از منصوبان سلسله، اون هم آماده و حاضر در فرودگاه، بر گمانه‌زنی ها مبنی بر حذف برنامه ریزی شده دکتر تابنده دامن می زند. این همه عجله و مخفی کاری برای چی بود؟ چرا هیچ کس مراسم تقسیم، تکفین و تدفین دکتر تابنده رو ندیده؟ چطور در شرایط اضطراری وقت سلامت ایشان در خطر بود، دکتر تابنده رو مسافتی نزدیک به 1000 کیلومتر با ماشین به تهران منتقل کردن، اون هم به بیمارستان مهر، در حالی که در مشهد و شهرهای اطراف هم بیمارستان برای رسیدگی بوده. اما برای تسریع در برگزاری مراسم خاکسپاری، دو فروند هواپیمای متعلق به سپاه از ساعتها پیش حاضر و آماده در فرودگاه مستقر بود. سوالات بسیار زیادی هست و ابهامات بسیار زیادی هم هست که ما از 4 نماینده افتخاری تحمیلی داریم. فقط این 4 نماینده هستن که پاسخ این سوالات دقیق و کامل میدونن، چون تنها کسانی بودن که رد پاشون در جریان 2 سال هست خانگی دکتر تابنده و سرانجام رحلت مشکوک و ناگهانی دکتر تابنده همه جا پیداست. الان هم ارادتمندان دکتر تابنده یک کمپینی رو به نام کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده راه انداختند. تا با کمال آرامش و در نهایت احترام هزاران سوالات از پرسش‌های بی‌پاسخ خود را از این 4 نماینده افتخاری بپرسند. هدف این کمپین خونخواهی نیست. هدف این کمپین فقط دادخواهی است. دادخواهی شخصیت ملی یا شاید بهتر باشه بگیم برآمد. مردی که بخشی از تاریخ معاصر ایران روایت است. دکتر نورعلی تابنده فقط متعلق به جامعه دراویش گانابادی نیست. آقای دکتر نورعلی تابنده مانند بزرگ مردانی چون امیر کبیر یا آقای دکتر مصدق بخشی از تاریخ ایران زمین هستند. قبول هدایت سلسله گنابادی برای هدایت و ارشاد سالکان به مدت 23 سال تنها بخشی از زندگی دکتر تابنده است. دکتر تابنده سوابق درخشانی در مبارزات آزادی خواهی داشتند که چشم پوشی از آن کم لطفی در مورد چنین شخصیتی است. ابعاد گوناگون شخصیتی دکتر تابنده برای بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان و میهن پرستان راستین امری نیست که بر هیچ انسان آزاده و ایران دوستی پوشیده باشه. از شما دوستان عزیز تقاضا میکنم، خواهش میکنم که برای کمک به روشن کردن هرچه بیشتر حقیقت رخدادهای مربوط به جناب آقای دکتر نورعلی تابنده گاندی معاصر، حد اکثر مدارک، اسناد، شواهد، ادله و گزارش های عینی و میدانی خودتون رو برای ما ارسال کنید. تشکر میکنم. ای رفته دل و دین به تمنای تو ما را، بیگانه ز خود ساخت سودای تو ما را، رفتی و سراپای تو را سیر ندیدی، صد داغ به دل مانده ز هر جای تو ما را. ما رو فراموش نکنیم.